خودم باشه. آره خدامه، بدون تو نمیتونم نفس بکشم. حالا کی میاد؟ معلوم نیست که، سرزده میاد که مچ بگیره. برای همین 24-40 بعد آماده باشی. همون کارهایی که میکردین رو بکنید. برید بیرون نامزد مازی. الانم که توی خونه دارین زندگی میکنی این خیلی خوبه. نگران نباش، من همینجا میمونم، از جام تکون نمیخورم. ولی به نظر من اینجوری که یه ذره مشکوکتر. اگه گاندی؟ گاندی؟ گاندی تو اونجا چی کار میکنی؟ من صداش زدم بیاد اینجا عکس بگیرم برای یه مورد تبلیغاتی. من انتخاب شدم به عنوان چهره تبلیغاتی نلگام. نه دیگه، دوباره شد نیلگام. گلشینری گرفتم رفتم خونه یلو باش آشتی کردم. آره انتخاب شدم به عنوان چهره تبلیغاتی نلگام. ای بابا، باز میگه نلگام، نیلگام بابا. تبریک میگم. چی هست؟ بابا برام پوستر برده ببینیم بابا. چی نوشته؟ چی؟ نیلگام شما رو به دانشگاه میفرسته حتی بدون داشتن آیکیو. آخه بچه من معروف شد. خیلی معروف شد. پسرم بهت افتخار میکنم فریختی. آقای ربات میشه بیم بقیه عکسامون بگیریم؟ ای بابا باز میگه ربات. هی میگه ربات. من ربات نیستم، انسانم. ای بابا اینو ریستارتش کن عمو، از صبح این دفعه سومشه. خب داشتم چی میگفتم؟ بازرس. بله. هر لحظه باید منتظر باشین بازرس از در بیاد تو. داستاناتون رو با هم هماهنگ کنید که یه موقع سوتی ندید. اینجوری که جلو من میپرید و هم جلو بازرس بپرید، پرونده پر ناصر دیپورت. به من نمیخواد بگی، به ایشون بگو که یه دفعه قاطی میکنه همه چی رو میریزه به هم. مثل جنینه خواستگاری، دیدین چیکار کرد؟ چون من بلد نیستم ادا در بیارم، من خود واقعی من بلد نیستم. انقدر بدم میاد از اینه که این حرفو میزنه. بچه‌ها دوباره شروع نکنی. تو خوبه، یه اخلاق خوب نداری، بعد بقیه اخلاق همه اخلاق گنده. نه مارا جون دیگه همه گند نیست. چرا بی شوری بی ادبی پرروی گنده قلدری وحشی حرف میزنی؟ رو حرفا حرف میزنی، یکی میگم شرط جواب هم میدی، ناز من نمیکشی، رو پس حرفا میپری. تموم شد؟ وحشی رو گفتم؟ بله گفتی. تموم شد. پس حالا بزن من بگم. نه آقا جون بگم. تو لوسی نوناری بی تربیتی، بزرگ و کوچیک سرت نمیشه، فکر میکنی خیلی سرته ولی هیچ حالیت نیست. بعدش هم که فکر میکنی همه نوکر کفرتن باید کارت انجام بدن، از بالا همه رو نگاه میکنی. اگه خوشگل نبودی هیچکی پشکل هم بارد نمیکرد. آقا جون خوشگلم؟ از تو خودم میدونستم خوشگلم، ولی تو گفتی خوش آمد. تو هم خیلی خوبی.